آخوند موحدی کرمانی در نمایش جمعه روز گذشته با ابراز وحشت از فضای مجازی و با توسل به دجالگری گفت: چرا بومی سازی فضای مجازی اجرایی نشده است؟ ادامه فعالیت پیامرسان تلگرام با این وضعیت که موجب سلطه اجانب و تضعیف اعتقادات می شود طبق صریح قرآن حرام بیان است. آخوند موحدی کرمانی با برملا کردن ترس خود از جوانان که مبنای قیام هستند گفت: فضای مجازی لسان لجام گسیخته گسست نسلی را به دنبال دارد. چرا در فضای مجازی قهرمان سازی و قهرمان پروری کاذب صورت می گیرد؟ تلگرام با وضعیت فعلی خطرات ذیل را به دنبال دارد. یک، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. امیدوارم ان شاء الله که مسئولین مربوطه از خواب بیدار بشن. آخون حاجتی امام جمعه احواز با اشاره به اینکه تهدید فضای مجازی کلیت را مورد هدف قرار می‌دهد گفت: مسئولان باید مراقب نفوذ دشمن باشند. عدم ساماندهی و مدیریت فضای مجازی با وجود دستور رهبر انقلاب از جمله نواقص و کمکاری هاست. در ادامه حمله و هجوم به فضای مجازی که رژیم آن را یک تهدید جدی برای کلیت نظام تلقی می کند، یکی از سرکردگان نیروی هوایی ارتش تحت امر آخوندها به نام حبیبی به صحنه آمده و می گوید: امروز دشمن از راه اینترنت، ماهواره و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وارد خانه های ما شده و به کمین نشسته است تا فرصتی بیابد و به کشور و نظام ضربه بزند. به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسینزاده از فرماندهی ارگان سرکوبگر انتظامی اصفهان در سخنانش در تلاش برای ترساندن مردم و کاربران میگوید: پلیس فتا با هوشیاری و دقت نظر فضای مجازی را رصد میکند و بر این اساس تاکنون باندهای مختلفی از مجرمان فضای مجازی در اصفهان دستگیر شدند. اما بشنویم از آخوند جعفر صبحانی، یکی از مراجع حکومتی، که در گزارش خبرگزاری مهر ضمن ابراز ناتوانی از بستن فضای مجازی میگوید: این کار اصلا عملی نیست. وی راه حل را در تشدید کنترل در این عرصه دانسته و میگوید: همانطوری که در جاده ها برای جلوگیری از تخلفات مامورهای پلیس حضور دارند، رها بودن فضای مجازی هرگز به صلاح نیست و باید مامورانی بر آن کنترل داشته باشند. در نهایت عباس عبدی از مهره های باند اصلاح طلبان در دعوای باندی روز گذشته در پاسخ به حملات باند رقیب در حساب توییتر خود پاسخ داد: حملات هماهنگ در روز جمعه به تلگرام و مدیریت زیرساخت اینترنت چند چیز را ثابت می‌کند. اول اینکه از شکست فوری و فاحش فیلترینگ دست نمی‌گیرند، دوم کفگیرشان به ته دیگ خورده و سوم استیصال بر آنان حاکم شده، چون غریق به هر چوب خشکی چنگ می‌زند.